الحمدلله رب العالمین. بینندگان عزیز تلویزیون سلام، سلام خدمتتون عرض میکنم. Actually we said tonight program is going to be in English, so good night every good friends of Salam TV. مشکل دنیای امروز اینه که اونایی که میگن تئوری داروین 100% درسته اشتباه میکنن، و اونایی هم که میگن تئوری داروین 100% the same way cultural belief are transferred from parents to their children. More ATP, which is adenosine triphosphate. ATP, okay, here is the Krebs cycle. The protein synthesis, how does it happen? Inside the nucleus of a cell, بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و بهی نستعین. بسم الله الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز تلویزیون سلام در هر کجای دنیا که هستید. امروز میخوایم یه بحث جالبی رو شروع بکنیم و اون اینه که مرز بین فیزیک و متافیزیک کجاست و آیا این مرز با پیشرفت علم داره عوض میشه یا نه. حالا توضیح بیشتر بدم که منظور من از این حرف چیه. همونطور که میدونید فیزیک و متافیزیک همونجور مرزی بین علم و خرافات، یعنی اگه بخوایم ساده تر بیان کنیم، وقتی که ما میگیم فیزیک و متافیزیک در حقیقت مثل این که بگیم علم و خرافات، یعنی که خیلی ها متافیزیک رو خرافات میدونن. پیشرفت علمی که در اواخر قرن بیستم و الان در اوایل قرن بیست و یکم داره انجام میشه، داره تقریبا این دیوار و مرزی رو که ما بین علم و خرافات گذاشته بودیم داره این رو یواش یواش بر می داره و این دو دارن با هم قاطی می شن. ببینید تا 100-150-200 سال پیش خب دانشمندا، البته این قانون تحول علمی همینه، شروع کردن اول راجب اجسامی رو که با چشم می دیدن تحقیق کردن. خب شروع کردن راجب قوانین فیزیک، قوانین شیمی، نجوم، ریاضیات، چیزهایی رو که احتیاج روزمره بهش داشتن و دوروبر خودشون می دیدن شروع کردن راجبش تحقیق کردن. زمان یونانی ها اینها فقط تئوری دادن، یعنی اومدن از لحاظ فلسفی گفتن اگر ما این طور به زندگی نگاه بکنیم، اگر این چیزهایی که اطراف خودمون می بینیم، یک سری تئوری هایی مثل افلاطون و ارسطو، اینها یک سری تئوری هایی دادن. در زمانی که اسلام به قدرت رسید و مهد تمدن و علم شد، کاری که دانشمندان اسلامی کردن و این تا حالا هیچ وقت نشده بود، اومدن و اکسپریمنت کردن، یعنی اومدن آزمایش شروع کردن، گفتن ما بیایم این تئوری ها رو آزمایش کنیم از لحاظ علمی، ببینیم که کدوم تئوری با علم جور در میاد و کدوم با علم جور در نمیاد. اونایی رو که با علم جور در نمیاد و با اون اکسپریمنت ها و اون تجاربی که ما به دست میاریم جور در نمیاد، فعلا اونها رو میذاریم کنار. بنابراین دانشمندان مسلمان بودن که برای اولین بار در تاریخ علم این کار رو شروع کردن. و علتی هم که ببینید زمانی که اسلام به شبه جزیره عرب رفت، اینها کسانی بودن که قبیله‌ای زندگی میکردن و سواد تقریبا در اونجا کسی با سواد نبود، مرتب با هم می جنگیدن. مثلا به عنوان مثال دو قبیله در شبه جزیره عرب مدت 300 سال با هم جنگیدن. 300 سال یعنی حدود 3-4 نسل اینها با هم جنگیدن به خاطر تخم یک کفتر. یک کفتر از یک قبیله رفته بود یک قبیله دیگه تخم گذاشته بود، اینها موقعی که خواستن مثلا چادراشون رو جمع کنن و برن، این تخم افتاده بود و شکسته بود. این باعث یک جنگ 300 ساله بین دو قبیله شد که پدر از پسر عهد میگرفت موقع مرگ که تو باید جنگ رو ادامه بدی. این طرز فکر
افرادی بود که قرآن بر اونها حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم برای اونها قرآن آورد از طرف خداوند. همین افراد تحت رهبری یک معلم خوب، یک معلم دلسوز، یک معلمی که وحی براشون آورده بود و با یک کتاب خوب و شرایط مناسب، اینها تونستن از اون وضع به جایی برسن که در یکی از جنگ‌های پیامبر 4 نفر شمشیر خورده بودن و زخمی شده بودن، در حال مرگ بودن. رفتن که به اونها آب بدن، اولی گفت به دومی بده، او از من بیشتر احتیاج داره، دومی گفت به سومی، سومی گفت به چهارمی. وقتی به چهارمی رسیدن دیدن فوت کرده، شهید شده. وقتی برگشتن دیدن سومی شهید شده، دومی و اولی. ببینید از یک ملتی که 300 سال به خاطر تخمه کفتر جنگیدن، قوانین اسلام، عشق اسلام، مفاهیم اسلام اومد و از اون مردم کسانی رو ساخت که وقتی آب بهش میده قبل از مرگ میگه نه به اون یکی بده. این تأثیر حرف خداوند، تأثیر وحی خداوند روی موجوداتی مثل ما انسان هاست. حالا اینو بیشتر بررسی خواهیم کرد که ببینیم چرا اینطوریه. آیا فقط این حرف ها روی ما اثر میذاره یا اصلا وجود ما، وجود فیزیکی ما هم به حرف عکس العمل نشون میده؟ همونطور که گفتم دانشمندان اول به دوروبر خودشون نگاه کردن، اومدن گفتن مثلا ما ببینیم آیا کره زمین مثلا ثابت، خورشید به دورش میچرخه یا نه، کره زمین ما به دور خورشید میگرده، ماه وضعش چطوریه. ما چند تا همینجور علم یواش یواش پیشرفت کرد. آقای نیوتن، آقای گالیله، اینها کسانی بودن که اومدن و این قوانین رو یواش یواش پیدا کردن و یک فرمولهایی هم براش ساختن. ولی یک چیزی رو که من اینجا باید تأکید بکنم و اون رو بیشتر برای نسل دانشجو میگم، دانشجوهای مسلمان، اینه که متاسفانه دستهای شیطانی در کار بود که هرچی اسم دانشمند اسلامی هست از کتب علمی امروز پاک کنن. شما اگه نگاه بکنید در هر کتاب علمی، هر کتاب علمی که شما نگاه میکنید، شروع میکنن از یونان قدیم صحبت کردن در مقدمه کتاب، میگن بله مثلا افلاطون اینو گفته، ارسطو اینو گفته، فلانی اینو گفته، یونانی ها اینو گفتن. بعد یک هو از اون زمان یک جهشی میکنن به دوران رنسانس و از دوران رنسانس به علم امروز. یعنی 12-13 قرن، 14 قرن و اینها به کل از تاریخ پاک کردن، از تاریخ علم. و اینها هم دستیه، شما فکر نکنید که مثلا اینا اتفاقیه یا شانسیه، نه. زمانی که قدرت اسلام از بین رفت، البته نه که من طرفدار اون نوع قدرت باشم، ولی حالا اینطور میگم، موقعی که قدرت اسلام از بین رفت، حکومت‌های استعماری تصمیم گرفتن که یه کاری بکنن که این اسلام دیگه نتونه قد علم کنه، دیگه نتونه رو پاش بیسته. و شما میدونید که بهترین روش از بین بردن اعتماد به نفس در یک شخص یا در یک ملتی. حالا چی شد؟ یواش یواش که این کشورهای اسلامی قدرتشون رو از دست دادن و اعتماد به نفسشون رو از دست دادن و تو سری خور شدن، اینها شروع کردن چی؟ کتاب‌ها رو از کشورهای خارجی آوردن و به بچه‌ها درس دادن. دیگه مقالات، همه مقالات از کشورهای خارجی، کشورهای غربی، کتاب‌ها هم از کشورهای غربی. دانشجویی که وارد دانشگاه میشه و این کتاب‌ها رو باز می‌کنه و می‌خونه، می‌بینه که یونان قدیم یه چیزایی رو گفته بودن، بعدم دوران رنسانس تکمیل شده و بعدم به علم امروز رسیده. پس مسلمان‌ها این وسط چی کاره بودن؟ هیچ کاره به قول اینها. در صورتی که وقتی شما میرین و کتاب‌هایی رو از علمای عادل و علمای تاریخ شناس می‌خونید، می‌بینید که اونها بسیار از دانشمندان، پزشکان، شیمیدانان، فیزیکدانان، ستاره شناسان دوران طلایی اسلام تشکر کردند و گفتن علمی رو که ما به ما رسید و ما تونستیم اون رو تکمیل بکنیم، علمی بود که مسلمان ها به تکامل رسوندن، کاملش کردن و به دست ما دادن و ما از اون استفاده کردیم. ولی متاسفانه تشکری نکردن، متاسفانه تمام اسم دانشمندهای اسلامی رو از کتبشون به کل پاک کردن. شما امکان نداره، امکان نداره، اینو من به شما قول میدم، یک کتابه،
درسی، یک کتاب علمی شما پیدا بکنید و اون رو مطالعه بکنید و اسم یک عالم مسلمان رو با اسم اسلامیش توی اون کتاب ببینید، امکان نداره. اگر بعضی از اسمها رو دیگه نمیتونستن حاشا کنن چون دیگه به قدر اینها قوی بودن، براش اسم گذاشتن. مثلا اسم آقای ابو علی سینا رو گذاشتن اویسن. خب این اویسن اگر یک دانشجویی در یک جای این اسم رو ببینه، ممکن اصلا ندونه که این اویسن، میگه این اسم به نظر یونانی میاد، اینم پس اینم مسلمان نبوده. ابو علیش رو برداشتن، ابو علی سینا شد اویسن. بنابراین خیلی مهمه که بدونیم ما امروز که اگر علم به پیشرفت امروزیش رسیده، پایه و اساس این سیستم علمی و تجربی رو مسلمان ها گذاشتن. هر کس که دوست داشته باشه میتونه بره تاریخ رو مطالعه کنه، کتاب ها رو بخونه. اگر خواستین به من ایمیل بدین، من بهتون میگم کتاب ها رو، که نشون میده که دانشمندان زمان طلایی اسلام چه خدماتی به علم کرد. حالا گفتیم که دانشمندا شروع کردن راجب اطراف خودشون تحقیق کردن، راجب محیط خودشون تحقیق کردن و یک سری قوانینی رو در جهان هستی پیدا کردن و بشر مغرور شد. یعنی به یک جایی رسید که فکر کرد دیگه علمی در دنیا نیست که او بهش نرسیده باشه. البته میگم این هم برای دانشمندان به قول معروف بزرگ مردان کوچکه، برای اینکه مثلا آقای نیوتن، آقای گالیله یا کپلر یا تمام این کسانی که این اواخر در اواخر قرن 19 هم اینها بودن، اینها تمامشون بسیار دیندار، خداپرست و عبد خدا بودن. از نوشته هاشون در کتاب هاشون کاملا مشخصه. دانشمندای ما هم همینطور بودن. تمام دانشمندای ما در زمان شکوفایی اسلام تمامشون نماز و روزشون ترک نمی شد، نماز صبحشون سر وقت بود. اینها واقعا مؤمن بودن، ایمان داشتن و عبد خداوند بودن و در کتبشون اونها هم نوشتن و هیچ وقت فکر نکردن که اگر 4 تا کتاب خوندن و به یک مرحله ای از سواد و علم رسیدن خدا رو بنده نباشن. پس تمام دانشمندای بزرگ دنیا، تمام دانشمندایی که علم رو متحول کردن، اینها عبد خدا بودن و همشون دیندار بودن بدون استثنا. حالا یک سری هستن، یک کسانی هستن که نمیشه دانشمند اسمشون رو گذاشت، تحصیل کردن. این آدم های تحصیل کرده امروزه اینا اومدن و منکر خدا شدن، اصلا اومدن خدا و همه چی رو گذاشتن کنار و رفتن دنبال ایده ماتریالیسم. چرا؟ به خاطر اینکه علم به یه مرحله رسید که اینها فکر کردن که دیگه ما همه چی رو میدونیم، دیگه ما همه چیز رو فهمیدیم، بس وقتی بشر به اونجایی برسه که همه چی رو بفهمه، بس بنابراین میتونه وجود خداوند رو نعوذ بالله منکر بشه. امروز بزرگ مردان کوچک دانش به این مرحله بعضیاشون رسیدن، نه همشون، بزرگانش نه. بزرگ مردان بزرگ هنوز هم وقتی مطالعه میکنن سر تعظیم جلوی خداوند و قدرت و عظمت خداوند فرود میاد. ولی دانشمندان بزرگ مرد کوچک که خیلی زود خودشونو گم میکنن، 4 کلاس که سواد یاد میگیرن، به مزگه چیزی یاد میگیرن، ماتریالیست میشن و احساس میکنن که دیگه علم همه چیز رو فهمیده. در صورتی که خود خداوند در قرآن میفرمایند لا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء، یعنی اگر من نخوام شما هیچ دسترسی به علم نمیتونید پیدا بکنید، اون منم که به شما این علمو میدم. حالا بشر امروز با پیشرفت‌های علمی که کرد، در اوایل قرن 20 علم جدیدی درهاشو به روی بشریت گشود و اون هم علم کوانتوم فیزیک بود، یعنی فیزیک مولکولی و اتمی. چون بشر تا قبل از اون فقط راجب کرات و راجب اجسام بزرگ مطالعه می‌کرد و فرمول پیدا کرده بود، تا اینکه در اوایل قرن 20 علم جدیدی به وسیله خداوند درهاش به روی بشریت گشوده شد که از کسانی که این علم رو شروع کردن، اولیش رو شاید بشه از آقای اینشتین نام برد، که ایشون اومدن و گفتن که
چون زمان و مکان و اینها برای بشر دو تا چیز جدا از هم بود. مثلا ما نمیدونستیم که زمان و مکان در حقیقت یکیه، یعنی با هم قاطیه، با هم وابسته است. یعنی اگه شما هر وقتی که شما در یک مسیری شروع به حرکت میکنی، زمان شروع میکنه حرکت و تغییر کردن. یعنی یک کسی که یک جا نشسته، اینطور مثال بزنم، منی که اینجا نشستم با یک کسی که مثلا با سرعت 3 کیلومتر در ساعت داره بغل اینجا راه میره، زمان من و اون دیگه یکی نیست، زمان او کنتر از من میشه. و اگر همینطور این سرعت رو شما زیاد بکنید نزدیک به سرعت نور بشید، به قدری زمان برای او آهسته میشه که ممکنه یک سال او به اندازه 100 سال من بشه. خب ممکنه هضم این مسئله یه مقدار مشکل باشه، ولی به این میگن نسبیت زمان. یعنی زمان یک چیز مطلق نیست. یک ساعت من برای یک ساعت یک نفر دیگه یکی نیست. یک ساعت ما میتونه با هم خیلی فرق داشته باشه. حالا جناب آقای اینشتین اومدن گفتن که این نسبیت زمان بستگی به سرعت داره، بستگی به حرکت داره، هر حرکتی زمان رو کند میکنه. این تئوری ایشون. و اومدن یک این چی میگن این فرمول ایشون هم در سال 1919 به اثبات رسید از لحاظ علمی که بله، در حقیقت هر جسمی که در فضا قرار داره، هر جسمی که در فضا قرار داره باعث عوض شدن سیستم فیزیکی اون فضا و باعث عوض شدن سیستم زمانی اون منطقه میشه. یعنی مثلا کره زمین ما که در کائنات قرار گرفته، در دور و بر خودش یک سری تغییراتی درست میکنه و این تغییرات باعث میشه که یک حالت منحنی مانندی در فضا به وجود بیاد و این انحنایی که به خاطر وزن کره زمین در فضا به وجود میاد باعث این میشه که زمان و حتی نور در این حالت انحنا قرار بگیرن و منحرف بشن از مسیر اصلیشون. و این در سال 1919 از لحاظ علمی ثابت شد. پس یعنی از حالت تئوری به چی میگن؟ به اثبات علمی رسید. از دانشمندان دیگری که آمدن و متحول کردن علم فیزیک رو میشه از آقای بوه نام بود. دانشمندان زیادی بودن، حالا اسمها زیاد مهم نیست، چیزی که مهمه اینه که ما ببینیم اینها چه فهمیدن. ببینید، دانشمندا اومدن گفتن که ماده یا هر چیزی که ما دور و بر خودمون می‌بینیم، اینها از مولکول تشکیل شده و مولکول‌ها هم از اتم. خود اتم هم از پروتون، نوترون و الکترون. این چیزایی بود که اگه یادتون باشه درس‌های فیزیک و شیمی اینها رو به ما یاد می‌دادن که در هسته هر اتمی پروتون و نوترون هست و دور و بر این یک سری الکترون که بار منفی دارن در حال چرخشن. اگه یادتون باشه شکلی هم برام میکشتن، یه چیز گردی وسط میذاشتن، بعد اطراف اون چیز گرد یه سری توپای کوچولو هم میکشیدن، میگفتن این الکترون دارن دوره میچرخن. پروتون میگفتن مثبته، نوترون هم باری نداره، الکترون ها هم منفی هن و به خاطر همین اینها به دور این میچرخن. خب این همه ما هم اینو پذیرفتیم و گفتیم خب علم این رو میگه و خب اینم که خب خیلی جالبه. و ولی بعد دانشمندا دیدن که نه، خیلی قضیه از این حرفا پیچیده تره، خیلی پیچیده. برای که اولا شما در داخل هسته میگین پروتون و نوترون، خودتون میگین که پروتون مثبته، نوترون هم که اصلا بار الکتریکی نداره، پس چطور اینا به هم میچسبن؟ دو تا چیز مثبت باید همدیگه رو دفع کنن، چرا اینا در داخل هسته به هم چسبیدن؟ در اینجا فهمیدن که یک انرژی بسیار عظیمی که از اونجا بود که انرژی اتمی و بمب اتم درست شد، فهمیدن که در داخل اتم یک انرژی هنگفتی پنهان شده که باعث میشه که اینها به هم بچسبه و این پروتون هایی که هر دو مثبتن از دست هم فرار نکنن. خب که بهش میگن strong nuclear force. حالا انرژی های دیگری هم پیدا شد که الان ما میدونیم در دنیا 4 انرژی وجود داره. یکی جاذبه است، یکی همین فورس، یعنی انرژی قوی داخل هسته، انرژی ضعیف داخل هسته و الکترومگنتیک یا مگنتیزم هست. این 4 انرژی تا
تمام در تمام دنیا این چهار انرژی کار میکنه. خب گفتیم دانشمندا اومدن گفتن که خب این شکل اتمه، بعد دیدن که نه، خود این پروتون ها و نوترون ها هم از یک سری چی میگن ذرات دیگری تشکیل شدن که اسم اونها رو اومدن گذاشتن کوارکس. پس ببینید خود پروتون و نوترون اینها باز از چیزهای دیگه ای تشکیل شدن که اینها میشن کوارکس. حالا خود چند نوع هم کوارکس داریم، حالا نمیخوام خیلی وارد جزئیات بشم. بعد حالا دانشمندان فهمیدن که باز در داخل کوارکس هم ذرات دیگری هست، مثل اون شعری که میگفت هر ذره که بشکافی در درونش دنیایی بینی. باز میبینیم که هر ذره ای که ما میشکافیم باز میبینیم در داخل اون ذره یک ذره دیگری هست. و الکترونی که به ما میگفتن یک جسمی، یک ذره ایه که به دور این هسته اتم میچرخه، امروز فهمیدن که این هسته اصلا وجود نداره، یک چیز خیالیه، یک چیزی که احتماله فقط. یعنی شما نمیتونین بگین آقا جون این الکترون الان داره به دور هسته میچرخه، این یک احتماله فقط، ممکنه باشه ممکنه نباشه، 100% نیست. این بزرگترین از بزرگترین کشفیات قرن 20 این بود که اومدن و تئوری بهش میگن uncertainty، یعنی شک، تئوری شک و uncertainty یعنی ندانستن و شک وارد علم فیزیک شد. چون تا اوایل قرن 20 شک در کار نبود، میگفتن همه چی همینی که هست، ما فرمولاش هم داریم، بنابراین میدونیم مثلا تو 1,000,000 سال دیگه در کائنات چه اتفاقی خواهد افتاد، چون فرمول به ما میگه. فرمولگرا شدن که همون ایده ماتریالیست بود در حقیقت. ولی خداوند با آب دادن علم به بشر تمام ماتریالیسم رو گذاشت کنار، یعنی ماتریالیسم به قبرستان تاریخ رفت. ثابت شد که چیزی به نام 100% و حتما در دنیا وجود نداره. و اون جایی که اگه یادتون باشه از ائمه ما میپرسیدن که آیا جبر یا اختیاره، و ائمه جواب میدادن چی؟ اون موقع نه جبره نه اختیاره، یک چیزی بین این دو. چون اگه جبر باشه که میشه ماتریالیسم، اگر اختیار کامل باشه پس یعنی خداوند دیگه کاری به کار ما نداره. ولی این وسطه. حالا علم داره یواش یواش به این مسئله میرسه که واقعا همینه، نه این بره نه جبره نه اختیاره، یک چیزی بین اون دو که بشر اختیار داره ولی تحت یک شرایط. و همونطور که گفتم پس امروز اومدن نشون دادن که چیزی به نام الکترون وجود خارجی نداره، یک احتمالیه، ولی این احتمال موقعی به حقیقت میپیونده و درست میشه که ما بخوایم. ببینید جالب اینجاست، اون فقط ضمیر انسانه، یعنی خواست تو بشره که به یک الکترونی که احتمال وجود داره زندگی میبخشه، یعنی او رو به وجود میاره، از یک احتمال تبدیل به یک ذرهش میکنه، یعنی از یک احتمال تبدیل به مادر میشه، تبدیل به ماده میشه، تبدیل به یک چیزی میشه که در این کائنات وجود داره. اینها از عجایب کشفیات اواخر قرن 20 و امروز که بشر فهمیده که ضمیر انسان که کانشس بهش میگن، ضمیر انسانه که در حقیقت باعث وجود همه چیز در داخل کائنات. یعنی اگر ضمیر انسان نبود تمام این یونیورس، تمام این کائنات فقط یک احتمال بود که ممکن بود هر نوعیش بشه. این وجود انسانه که مثل یک مثل کسی که با خمیر شکل میده به یه چیزی، وجود انسان با این ماده شکل نگرفته که فقط یک احتماله، بشر میاد و با افکار خودش و با ذهن خودش و با ضمیر خودش به اینها شکل میده. اینی که خداوند در سوره جاسیه آیه 13 میفرمایند من زمین و آسمان ها را مسخر شما گردانیدم، معنیش اینه. معنیش این نیست که مثلا بله ما رو زمین مثلا شخ میزنیم، چیز میکاریم، آسمان هم که تسخیر کردیم با هواپیما این بر اون بر میریم،
مثلا فرض کنید حالا یه موشک هم میفرستیم میره کره ماه، یه چیزی هم میفرستیم میره کره مریخ. نه خیر عزیز من، اینا نیست، خیلی از اینا بالاتره، خیلی از اینها بالاتره. تمام کائنات ببخشید، تمام کائنات زیر کنترل ماست به اذن الله، و اینجاست که ما اختیار داریم، ولی اختیار ما در یک چی میگن، در یک بسته بندیه، همجور اختیار مطلق و تام نیست. همونطور گفتم وقتی یه خمیری شما دسته کسی میدید، اختیار داره که با این خمیر یه چیزی بسازه، ولی اختیاراتش در ساختن یک چیزی با اون خمیر در محدود به اون خمیره. مثلا با اون خمیر دیگه اون نمیتونه مثلا یه هواپیما بسازه. اون خمیری که بهش دادن اختیار داره که با اون خمیر یه چیزهایی رو بسازن که این ماده خمیری بهش اون اجازه رو داده. حالا بشر هم خداوند اومده و این کائنات رو با همین سیسته ساده الکترون، پروتون و نوترون همه چی رو ساخته، ولی این اختیار رو به ضمیر بشر داده که بشر بتونه با فکرش، با اندیشش، با ضمیر خداگاهش، ضمیر خداگاه، با ضمیر خداگاهش بتونه به کائنات شکل بده. حالا چرا میگم ضمیر خداگاه؟ برای که اینم علم ثابت کرده، اینها رو حالا بعدا من انشاءالله بیشتر براتون میشکافم و توضیح میدم. علم ثابت کرده که اگر شما جلوی فرض کنید یک دستگاهی بشینید که این دستگاه داره مثلا با الکترون ها داره با الکترون ها الکترون ها رو مثلا میخواد پیدا کنه، شما اگر جلوی این دستگاه بشینید، اگه با ضمیر خداگاهتون دنبال اون الکترون بگردین، الکترون از احتمالات تبدیل به ذره میشه. ولی اگر ضمیرتون ناخودآگاه باشه، یعنی حواستون نباشه، اون الکترون همونجور در حالت احتمال میمونه و تبدیل به ذره نمیشه. بنابراین ببینید ضمیر خودآگاه انسان چه قدرتی داره. میتونه اجسام رو، میتونه یک الکترون رو از احتمال تبدیل به یک ذره بکنه. این خیلی مهمه، خیلی مهمه. حالا خود داخل پروتون و نوترون گفتیم که اینها گفتن اینها هم از ذرات دیگری تشکیل شده. امروز علم فیزیک یک تئوری داره به نام استرینگ تئوری، یا تئوری استرینگ میشه مثلا یک حالت نخ مثلا فرض کنیم استرینگ بگیم یک نخیه. اینها میگن که تمام ذراتی که وجود دارن اینها در حقیقت ارتعاشن، جسم به صورت واقعی، ماده به صورت واقعی وجود نداره. مثال براتون بزنم، فرض کنید شما یک سر تناب رو بدادید به یکی، یک سر تناب هم دادید به یکی دیگه، اینها شروع میکنه این تناب رو با یک فرکانسی بالا و پایین بردن. فرض کنید مثلا 2 بار در ثانیه، 3 بار در ثانیه. شما وقتی که این فرکانس پایینه، تناب رو میبینید بالا میاد پایین میره، بالا میره پایین میاد. ولی یواش یواش که این فرکانس رو شما بالا میبرید و تناب رو سریعتر بالا و پایین میبرید، دیگه اون تناب رو دقیقاً نمیبینید. یواش یواش تناب محو میشه و هر چی این بالا پایین رفتن سریعتر بشه، شما یک شبحی از اون تناب میبینید. و اگر خیلی این حرکت سریع بشه، شما یک دیوار سفید ممکنه ببینید. مثلا اگه فرکانسش اونقدر بالا بره که مثلا به 1,000,000 بار در ثانیه برسه، شما دیگه تناب رو نمیبینید، یک دیوار سفیدی جلوتون میبینید. و اگر به شما بگن این در حقیقت یک تنابیه که داره 1,000,000 بار در ثانیه بالا و پایین میره، شما باور نمیکنید، میگید نه این جسم من، حتی اگه شما دستتونم بخواید فرو کنید نمیتونید، برای که این تناب به قدری سری بالا پایین میره که در هر زمانی که شما بخواید دستتون از اون تو رد کنید، تناب جلودار شما میشه. ولی در حقیقت این یک تنابیه که داره بالا و پایین میره و بین اون فاصله‌ای که بالا و پایین میره خلأه، و اونورش یک دنیای دیگه ایه، در اونورش یک دنیای دیگه ایه، ولی شما نمیتونین اونور دنیا برید. چرا؟ برای اینکه این تناب با اون فرکانس خیلی بالا به شما این اجازه رو نمیده، جلوی شما رو بسته، با اینکه اونور یه چیز دیگه ای هست. حالا علم فیزیک امروز که بهش میگن استرینگ تئوری، اومده میگه آقا جون تمام اتم ها، پروتون، نوترون، همه اینهایی که شما میبینید گذشته از اون احتمالات، در حقیقت اینها ذرات کوچکی هستن، یعنی یک انرژی، در حقیقت خطی از انرژی هم. میگم یه مقدار حالا بعد من بیشتر بعد اینا رو، فقط به خاطر این بحثی که امروز دارم یه ذره اینا رو براتون باز میکنم. میگن اینها در حقیقت انرژی هایی هستن که در حال ارتعاشن، ارتعاش با فرکانس بالا.
منتها اگه اونجا مثلا تناب 2 متر بوده، اینجا طول 10^-35. 10^-35 که بهش میگن عدد پلانک. 10^-35 و این با توان به توان 10^-35 در حال ارتعاشه. برای همینه که ما همه چیزها رو دور و بر خودمون جامد، یعنی به صورت میتونیم لمس کنیم.